من نمیتونم دیکته کنم که یک آهنگساز همیشه آثاری که به وجود میاره چقدر باید فکر کنه به این مسئله که با مسائل جامعه خودش خودشو تطویق بده یا مثلا الهام میگیره برای اینکه خب به اندازه کافی دیدم در این مسئله تجربه بعضی کلا تحتیر از این قضیه یعنی اینکه تعارفم نداریم یعنی انقدر غرق در اون دنیای موسیقی نمیخوام منفی کنم آه. ولی اصلا نمیشه انتظار داشت یعنی برگردی من مثال هایی دارم خیلی بامزه است یعنی این که شاید مثلا فلان همبازی منم هم, رشته من شده باشه وقتی نگاه میکنم اینم که بابا بازی هم که میکردیم این تو وارد بازی نمیشد یا مثلا یه جوری بود که دور بر خودشو نمیدیده از بچگی بعد که حالا که مثلا فرض کنیم اومدیم ما تو رشته های هنری این نیست که آدم تصمیم بگیره یا سعی کنه که مردم هم ببینه نه با تو اصلا لیاقت اگه داشته باشی باید مردم ببینی باید مسائل مردم وقتی میخندن تو هم با تا از تای دل باشون بخند وقتی گریه میکنن وقتی که متاثرن مگه میشه که صبح پاشی یه اتفاقی تو جامعه بیفته بگی نه من حالا باید برم این آکورد رو بنویسم یا این ساز رو بزنم متاثر میشی به نظر من یک زندگی طبیعی در یک جامعه و یک هنرمند نبزش با اتفاقاتیه که میافته البته ما سالهاست که در جامعه هم ممکنه اتفاقات منفی همیشه سایه کرده باشه وظیفه هنرمندم این نیست که بیاد نوحه بخونه با اینا یعنی که ببینه آخ آخ مثلا فلان اتفاق افتاد بیا مردم به گریه زاری ما کار اون نیست ما کار اون آفرینشه آفرینشی که درش زندگی وجود داشته باشه این وقتی بگی بعضی روشون رو میکنن به نظرم درک نمیکنم. من اصلا در هیچ رشته هنری منم اینو درک نمیکنم که فقط فکر ذکرم باشه که اینجا الان گوشه فلانه اینجا فروده اینجا نم چی چیه و دیگه هیچ. اگر حسی هم ایجاد میکنم یه حس شخصی باشه که مثلا حالا متثره میدونی که تیفش هم خیلی مشخص نیست یه موقعی آدم میخواد واقعا خودش رو بزنه به در و دیوار یه موقع هست که داره رو ابرا میره و یه جایی میرسه که تو تکلیفت روشن شده اینو آگاهی های تو زندگی تو عادت هایی به تو میده که یا صبح با مسائل مردم بیدار میشی یا نمیشی